رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه به جمع هزاران کارگری پیوستند که در روز جهانی کارگر به خیابان‌های مسکو آمده بودند. از زمان تشکیل روسیه این برای اولین بار بود که رهبران این کشور در چنین تجمعی شرکت می‌کردند. بسیاری از حاضران با در دست داشتن تصاویری از دیمیتری مدودیف و ولادیمیر پوتین این راهپیمایی را به تجمعی در حمایت از دولت تبدیل کردند. پلیس شمار حاضران در این راهپیمایی را 120 هزار نفر اعلام کرده است. در حالی که طرفداران دولت خیابان‌های اصلی مسکو را تسخیر کرده بودند، مخالفان از جمله کمونیست‌ها، لیبرال‌ها و ملی‌گراها در تجمع‌های جداگانه هواداران خود را به خیابان‌ها فراخواندند. حدود 5000 طرفدار حزب کمونیست در مرکز مسکو راهپیمایی کردند. البته شماری از گروه‌های مخالف تصمیم گرفتند با لغو تظاهرات روز کارگر بر سازماندهی تظاهرات اعتراضی هفته آینده تمرکز کنند، که همزمان است با آغاز ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین.